23 روز فروردین ماه برابر با 12 آپریل سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی در گذشت استاد محسن صبا نویسنده معاصر. محسن صبا فهرست نویس، روزنامه نگار، مترجم، نویسنده و استاد دانشگاه که در تهران دیده به جهان گشوده بود، پس از اتمام دوره مقدماتی تحصیلاتش همراه با دانشجویان اعزامی به اروپا به فرانسه رفت تا در پاریس در دانشکده حقوق به ادامه تحصیل بپردازد. دیری نپایید که وی با اخذ درجه دکترا و دیپلم دوره مخصوص تعلیمات مربوط به آرشیو، بایگانی و کتابداری از مدرسه عالی شارت راهی ایران شد. محسن صبا در روزنامه‌هایی چون شفق سرخ، نوبهار، عصر اقتصاد و کیهان مقالات متعددی منتشر کرد و برای مدت 10 سال سردبیر مجله بانک ملی ایران بود. او همچنین انجمن دوستداران کتاب را بنیان نهاد و شماری از آثار پیشینیان را به سبکی زیبا و دلپسند انتشار داد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی در گذشت فرانکلین روزولت، 32 رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات. فرانکلین دلانو روزولت که قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری به بیماری فلج اطفال دچار شده و از کمر به پایین فلج بود، برای رسیدن به پست ریاست جمهوری و کسب حد اکثر آرا و افزودن بر محبوبیت خیش از هیچ کوششی فروگذار نکرد. وی در این راه کمک‌های شایانی به بیماران فلج اطفال نمود و در جورجیانای آمریکا مجتمعی به نام وارم سپرینگز را راه اندازی کرد که شامل چند هتل و یک استخر آب گرم می شد و بیشتر برای افراد بی بضاعت ساخته شده بود و شیوه آب درمانی را نیز رونق می بخشید، زیرا خود روزولت با استفاده از این روش به درمان رسید. در حال حاضر این مجتمع یکی از معتبرترین و بهترین مراکز نگهداری از بیماران فلج اطفال در دنیا به شمار می آید. سال 1340 خورشیدی برابر با 1961 میلادی سفر یوری گاگارین، فضانورد روسی به عنوان اولین انسان به فضا. یوری الکسیوویچ گاگارین، فضانورد روسی و نخستین فضانورد جهان که توسط فضاپیمای وستوک 1 به فضا رفت، به مدت 108 دقیقه مدار زمین را یک دور به طور کامل پیمود. عصر سفرهای فضایی انسان با این پرواز آغاز گردید. یوری گاگارین پس از پرواز تاریخی خود به سمت ریاست مرکز آموزش فضانوردان در شهرک ستاره ها انتخاب شد. در همین حال و در کنار شغل حرفه‌ای خود، با بازدید و سخنرانی در شهرها و کشورهای گوناگون، نقش عمده‌ای در افزایش آگاهی عمومی در مورد سفرهای فضایی ایفا نمود. 8 سال پس از سفر فضاییش، یوری گاگارین در یک سانحه هوایی کشته شد.